سلام، من سینا ولی‌الله هستم. با برنامه چندشنبه در خدمت شما دوستان و علاقه‌مندان. با توجه به استقبال گسترده از خصوصیات به هر حال اخلاقی ما و خانواده ولی‌الله در هفته گذشته، تصمیم گرفتم یه نکته دیگه ای رو هم اضافه کنم بهش. حالا گفتیم این هفته راجع به یه نکته جالب‌تر صحبت بکنیم. این توانایی که میخوام الان صحبت بکنم راجع بهش، مخلوطی مثل در واقع کروموزوم، دیدین این شاخه هاش به هم دیگه همینجوری میپیچه، این مثلا 10 تا شاخه کروموزومی داره و در واقع میشه گفت این توانایی از چند خصوصیات و توانایی دیگه سرچشمه میگیره و نتیجهش در واقع حاصل میاد. اولین نکته ای که میخواستم راجع به این قضیه صحبت بکنم و شروع بکنم بحث رو اینه که آقا ما اصلا به هیچ وجه من الوجوه امکان نداره که پیش قدم بشیم برای یه کاری. پیش قدم شدن اصلا یکی خطرناک ترین کار هاست. محال ممکنه یه قضیه ای باشه، یه چیزی باشه، ما پیش قدم بشیم توش، بگن آقا مثلا شما بیا شروع کن. یعنی این تن بمیره به خدا اگه من همچین کاری رو انجام بدم. امکان نداره آقا، محال ممکنه. اصلا غلطه، این چه کاریه، زشته، قباحت داره. اول شما بفرمایید، نه به خدا، اول شما بفرمایید، بعد خدمتتون عرض کنم که کافی. مثلا فرض بگیرید مثلا یک منفذی، سوراخی توی مثلا همین دیوار، مثلا فرض بگیرید یه سوراخی توی همین دیوار هست، تو اینقدر مثلا یه سوراخ اینقدی، مثلا یه همچین سوراخی هست، یکی به ما میگه آقا بیا انگشتو یا دستتو بکن تو این سوراخ، پر از طلا و جواهراته، در بیار ببر حال کن، رگمونو بزنن امکان نداره ما دستمون بکنیم تو این سوراخ. محال ممکنه ما دستمون رو بکنیم تو سوراخ، فقط کافیه. اما یکی از اینجا همینجوری بیاد بچه دستشو بکنید تو این سوراخ، طلا جواهرام نمیخواد در بیاره، مثلا نخودچی کیشمیش در بیاره، شروع کنه به خوردن و بره. آقا ما خانوادگی از فردا دم این سوراخ رو سر همدیگه ایم. معمولا هم خب به هر حال میدونید که صف و رعایت حق تقدم یکی از نکات بسیار بارز ماست، ولی خب نه به روش منسوخ قدیمی که مثلا همینجوری صف میبستن به ترتیب، مثلا یه کار رو انجام میدادن، مثلا وایسیم مثلا به ترتیب صف ببندیم، مثلا انگشت دستمون رو بکنیم تو این سوراخ، مثلا نتیجه بگیریم بریم. نه 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 نه، ما به همون روش جدید خودمون، یعنی تعریف شده خودمون، رو سر هم دیگه سوار میشیم، همون نفر اولی رو با فشار اون بالایی فشار میدیم میره تو سوراخ، بقیه هم همه با هم دیگه میریم مثلا با کله و کمر و دیگه نمیدونم مچ دست و کتف و اینا تو اون سوراخه. و خدمتتون عرض بکنم که دیگه فردا میبینید که برای بچه‌ها به جای اینکه مثلا به نوبت این کارو انجام بدن، همگی از سر و کمر و کتف و دیگه مچ پا همه توی این سوراخن. سوراخ طبیعتاً دیگه خب قرار یه سوراخ انقدی بوده دیگه، با توجه به اینکه الان این همه آدم رفت دیگه گشاد میشه یواش یواش، و در واقع سوراخ از منفذ یا سوراخ تبدیل میشه به غار و تونل. این خصوصیت خاص ماست، ما میتونیم هر سوراخ یا منفذی رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ممکن به شما تونل یا غار تحویل بدیم، خیلی هم استفادهش بهتره. خدمتتون عرض بکنم خب برای این داستان رو مثلا در نظر داشته باشیم، مثلا همین سوراخه، یه اتفاقی میفته بعد از 2 روز، ماها به این نتیجه میرسیم که آقا چرا این سوراخی که همه دارن مثلا دست میکنن توش و همه میخوان برن توش، نمیدونم مثلا طلا جواهرات بیارن بیرون و ما میخوایم ازش استفاده بکنیم، آقا بیا سوراخ خودمون رو بزنیم. همه دست جمعی به این نشون میدیم آقا بیا یه سوراخ دیگه بزنیم، از بغل این سوراخ میونبر بزنیم بریم توی قضیه. بعد چون به هر حال تیم ورک و در واقع همون کار گروهی و همفکری و اینا هم دوباره یکی دیگه از خصایص ماست، همین که این حرف رو زدیم همه از همدیگه جدا میشیم و هر کس شروع میکنه واسه خودش سوراخ زدن. فردا شما یه دونه غار داری 200 تا سوراخ بلا استفاده دور اون، که هیچ کدوم به اون مقصد نهایی نرسیدن، چون همه ما فکر میکنیم ما بهتر سوراخ رو میزنیم. اینجا یه اتفاق با نمک دیگه میفته، اینجا قشنگه. بعد از اینکه در واقع میشه که به این وضعیت فجیعی در آوردیم سوراخ و دیوار رو، در واقع مواد داخل سوراخ، حالا یا طلا و جواهرات یا کشمش و آجیل، ببین چی میرسیم آقا چرا این سوراخ؟ ما خودمون سوراخ‌های خیلی بهتری رو میتونیم پیدا بکنیم، 100 مرتبه از این سوراخ گشادتر و بهتر، همه به راحتی میتونن برن توش و بیان بیرون، لازم هم نیست اینقدر به همدیگه فشار بیاریم. دوباره با همدیگه با اتفاق نظر از همدیگه جدا میشیم و میریم میگریم دنبال سوراخ‌های خودمون، ولی سوراخ مورد نظر پیدا نمیشه، یا اگرم پیدا بشه این بازدهی رو نداره، برای همین بعد از این مدتی به فراموشی سپرده میشه.
خیلی ساده. من با مثال اگر اشکالی نداشته باشه براتون این قضیه رو بیشتر بشکافم که با این قضیه خلاقیت و توانایی ما در تبدیل سوراخ و منفذ به غار و تونل آشنا بشین. جام جهانی رو که دیگه خب همتون معرف حضورتون هست، همه هم عاشق جام جهانیم. حالا فرق نمیکنه تیم ما اگر در جام جهانی حضور داشته باشه که چه بهتر، اگرم حضور نداشته باشه بازم ما جام جهانی یکی از مسابقات بسیار جذاب و دیدنیمونه. هر جوری شده با تمام اعضای خانواده پیر و جوان، کوچیک و بزرگ میشینیم نگاه میکنیم. اگر حتما در جریان هستی، معمولا جام جهانی فیفا به یک خواننده یا چند تا خواننده سفارش کار میده، یه آهنگی رو برای جام جهانی به عنوان مثلا آهنگ اختصاصی جام جهانی تولید میکنن و در ایام جام جهانی این پخش میشه. همین دوره گذشته هم آهنگو داده بودن به شکیرا و کی بود دیگه، بیانسه بود، حالا بچه‌ها خاطرشون پیت بالو دیگه، شکیرا بود و مثلا جنیفر لوپز. بله ببخشید جنیفر لوپز، من اوسای میکنم ببخشید، من اینا به علت اینکه اصلا صورتشون رو زیاد نگاه نمیکنم، بیشتر اندام رو نگاه میکنم. از لحاظ اندام هم همه ماشاءالله ازا ماشاءالله خدمتتون عرض. بله اینا آهنگو داده بودن، اونا در واقع خونده بودن. آهنگ بسیار قشنگم بود. معمولا فیفا به همه کشورهایی هم که توی مسابقات جام جهانی حضور دارن میگن یه آهنگ برای خودشون درست بکنن. آهنگم معمولا بر اساس فرهنگ و در واقع شناختی که اون آهنگسازها از مردم کشور خودشون دارن. مثلا اگه اوگاندا باشه خب مثلا یه همچین چیزی باید باشه که خب بیشتر شور و هیجان رو در بین تماشاگرها و طرفدارای تیم اوگاندا و بازیکناش ایجاد بکنه. مال مثلا تیمای عربی مسلما آهنگای عربی هستش، مال ما هم خب طبیعتاً باید آهنگی باشه که با فرهنگ خودمون جور باشه دیگه. خاطرتون باشه همین دوره، دو دوره قبل البته، سال 2006 فیفا سفارش آهنگ رو به آرش و دیجی الیگیتور داده بود. خاطرتون هست؟ آهنگ خیلی قشنگی هم بود. خیلی آهنگ باحالی بود، یعنی خدایی من خودم هر وقت این آهنگو میشنیدم هر چی جلو دستم بود شوت میکردم، فرق نمیکرد حالا مثلا میز بود، گلدون بود، مثلا ظرف قرمه سبزی بود، هر جوری که بود ما تحت تاثیر قرار میدادیم و این تحت تاثیر قرار میگرفتیم، قرار نمیدادیم چیزی، تحت تاثیر قرار میدادیم با ضربه ای که میزدیم زیرش، ولی در واقع خودمون تحت تاثیر آهنگ قرار گرفته بودیم. به هر حال با توجه به اینکه این آهنگ به آرش سفارش داده شده بود، خب ببینید مسئولین فیفا مسئولین بسیار ابلهی هستن که از مثلا مرکزشون که توی زوریخ سوئیس هست اطلاعات کافی ندارن، چون اونجا مثلا اگه یه سوئیسی از سوئیس خارج بشه بره مثلا پاکستان همچنان سوئیسی محسوب میشه و به عنوان یک سوئیسی بهش احترام میذارن، زیاد با ماها آشنایی ندارن. ما اگه احیانا یه خواننده یا یک هنرمندی خارج از کشور فعالیت بکنه اون برای ما وطن فروشه و ما قبولش نداریم. برای همینم هم خب ما مسلما آهنگی که فیفا سفارش داده بود برای تیم ملی کشورمون به آرش و دی جی علی گیتورز قبول نداشتیم، برای همین تصمیم گرفتیم که همگی با همدیگه آقا بیا یا آهنگ خودمون درست بکنیم و دقیقا همون اتفاق نظر باعث شد به جای اینکه همگی با همدیگه یه دونه آهنگ بسازیم، کل کشور هر کس که مثلا توی همون میتونست بخونه در واقع یه دونه آهنگ برای جام جهانی داده بود بیرون، مدلای مختلف. حالا آهنگ بعد شاد می بود دیگه، سنتی هم خونده بودن فوتبالیست ها بدوید و بزنید زیر تو، شاید آن تو شبد گل در جهان جام، که شبد جام جهانی به نصیبه. و مدل های مختلف مثلا آهنگ جام جهانی، خب همه مدله بچه ها آهنگ. خدمتتون عرض بکنم درسته که ما ممکنه در جام جهانی دوره های مختلف مقام خاصی رو به دست نیاورده باشیم و متاسفانه تیممون به مراحل بعدی راه پیدا نکرده، اما در یک رشته ما موفق شدیم هر دوره مقام اول رو کسب بکنیم. در سال 1998 ما با 784 آهنگ برای جام جهانی، در سال 2006 با 1432 آهنگ و در دوره قبلی با 2843 آهنگ ما قهرمان جام جهانی شده بودیم.
بچه ها همه مدله کم نذاشته بودن و هر کی تونسته بود یه دونه آهنگ واسه جام جهانی خونده بود. حریف که مکزیکیه، اون حریف خیلی از خود راضیه، اما یکی نگو کریمیه، توپو میگیره دریپ میکنه میره جلو، مکزیکیه سرش گیج میخوره میشه ولو. غیرت بچه های ما حریفا رو میترسونه، دعای مردم با شماست، توراشونو میلرزونه. هر کی رقیب ماشه از ما جا میمونه. برزیل داریم میای، اگه ببری اگه ببازی ما بازم دوست داریم، دیگه تو ته خط تنهاد نمیذاریم. مردی که حریفم شد در کار نمیبینم، بزی بچه های ایران برای جام جهانی، ما به شما مینازیم به عنوان ایرانی. این قضیه جام جهانی در رابطه با همون تبدیل کردن به قضیه سوراخ به قار، آهنگ هپی گفتم، آهنگ از آهنگ صحبت کردیم، آهنگ هپی رو دیگه مؤلفه بوده. آهنگ هپی که یکی دو سال پیش بود، همه دیگه افتاده بودن به هم دیگه تو تمام دنیا با آهنگ هپی که به معنی شادی و خوشحالی هست، مال فرل. یه ویدیو کلیپ درست کردن، ویدیو کلیپ خودشون، یعنی خودشون شخصا ویدیو کلیپ درست کردن، همه کشورها شروع کرده بودن به ساختن اینا، ما هم که به هر حال از قافله عقب نمونیم، خبردار شدیم که آقا همه جا دارن میسازن، آقا امارات، آلمان، فرانسه، دیگه نمیدونم لبنان، همه کشورها یه دونه مثلا آهنگ هپی ویدیو کلیپش رو برای خودشون ساخته بودن. اتفاقا یه خانواده ایرانی هم اون بره دنیا توی فکر میکنم آمریکا یه دونه آهنگ هپی، یه دونه ویدیو کلیپ از آهنگ هپی ساخته بود، اونم خیلی جالب بود. اما به همون دلیلی که ما آرش و دیجی الیگیتور رو قبول نداشتیم، خب اینا رو هم قبول نداشتیم، چون اینا هم به هر حال جزو ایرانیایی که مطمئن نمیشه که ما قبول ندیم آقا، برای همین تصمیم گرفتیم همگی با همدیگه یه دونه موزیک ویدیو یه هپی خودمون درست بکنیم که مورد تایید باشه، و دقیقاً به همون دلیل اتفاق نظر و کار گروهی دقیقاً همه از هر طرف رفتن، و به جای اینکه یه دونه آهنگ واسه مثلا کل ایران درست بکنن، هر کوچه و پلاکی واسه خودش یه دونه ویدیو کلیپ هپی درست کردن. دیگه بچه‌ها هر کی از جلوی دوربین موبایل یکی دیگه رد می‌شد یه دونه ویدیو کلیپ هپی درست کرده بود همون‌دست. من داشت قدم می‌زدم دو... لا 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 سری مثلا یه دونه موزیک ویدیو هپی درست می‌کردن و اینقدر دیگه هپی درست کردن، هپی کردن تا آخرش مثلا از دماغمون زد بیرون و کاملا آن هپی شدیم. بعد قسمت خلاقیت، یعنی ببینید به علت ولتاژ برق هست، خیلی ولتاژ برق زیادی داره بدن ما، ما خانواده ولی الله، لامپ بهمون بزنی مثلا اینا که مثلا به زبون و چیزاشون میزنن لامپ روشن میشه، ما همینجوری لامپ خلاقیت هر جامون بزنی روشن میشه. به این نتیجه رسیده بودیم که آقا چرا آهنگ هپی مورد شور ریخته خارجی ها رو ببرن با آهنگاشون؟ ما خودمون آهنگ هایی داریم که بیشتر از همه هپیمون میکنه و خیلی هم غریتره، برای همین دیگه از هپی یه دفعه ما تصمیم گرفتیم در یک ترانسفورمیشن کاملا محیرالعقول که فیلم ترانسفورمرز رو میذاشتی به عقبش، تبدیل بشیم به سازنده های ویدیو کلیپ های دیگه با آهنگ شب شب شعر و شوره، شب شب ماه و نوره، با یار قرار گذاشتم. آهنگ هایی بود که دوستان تصمیم گرفتونم باهاش ویدیو کلیپ درست بکنم بزنم تو دهن هپی و فرل و کلن
بقیه مردم دنیا. ولی خب بعد از این مدتی به باد فراموشی سپرده شد. یکی دیگه از بانمکترین تبدیل‌های سوراخ به غار برمیگرده به قضیه چالش سطل آب آخ 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 این قشنگه. آقا ما همینجوری نشسته بودیم خونه، متوجه شدیم که باز دوباره این خارجی های عقب افتاده. آدم های مشهور مثل مارک زاکربرگ و دیگه نمیدونم بیل گیتس و این آدم هایی که حالا مثلا در سوشال میدیا صاحبینه در واقع این فیسبوک و دیگه گوگل و مایکروسافت و اینا هستن، در یک چالش عجیب و غریبی دارن شرکت میکنن. اینا سطل آب یخ رو میگیرن، خالی میکنن روی کله خودشون و سه نفر دیگر رو هم نام میبرن که این کارو باید انجام بدن. بعد از اینها یه مبلغی رو هم مثلا صحبت میکنن ازش. متوجه شدیم یک بیماری بسیار لاعلاجی هست که بیماران در واقع تمام بدنشون دچار فلج میشه، کرختی خاصی رو داره و هیچ حسی رو ندارن. برای کمک به این بیماری یک چالشی رو راه اندازی کرده بودن با خالی کردن این سطل آب یخ. بدن که دچار اون کرختی میشد، ما احساس میکردیم چقدر زندگی سختی رو دارن این افرادی که تمام مدت یعنی 24 ساعت زندگیشون این حالت رو باید تجربه کنن. پس بیایم کمک کنیم این بیماری ریشه کن بشه و در واقع یک مبلغی رو برای کمک در نظر میگرفتن. این چالش با این هدف راه اندازی شد و گفتن خب هر کس که تو این چالش شرکت میکنه یه سطل آب یخ رو سرش خالی بکنه، اگر نمیکنه مبلغ پول رو بده. معمولا همه با پرداخت مبالغی به این قضیه کمک میکنن. حالا سطل آب یخ هم خالی میکردن. After I dump this bucket of ice on my head, I get to nominate three new people to challenge. So I'm going to challenge Bill Gates, my partner at Facebook, Sheryl Sandberg, and Netflix's founder and CEO, Reed Hastings, to do this within the next 24 hours. So you have 24 hours to do this, or you have to donate $100. All right, here we go. That was really cold. آقا اینجا بود که ما گفتیم چرا ما از قافله عقب بمونیم و دیگه بچه‌ها شروع کردن. گور پدر قسمت دوم که پرداخت هزینه بود، هر کی جوب آب یا سطلی بود یه سطل خوابی میکرد روی سرش آب و یه ویدیو میگرفتن و میذاشتن دیگه. هر یعنی هیچ کس نبود که این ویدیو رو نساخته باشه. بعد از اینکه یه مدت دیگه خب برای همه هم تو دنیا داشتن انجام میدن، از سیاستمدار دوز کلاهبردار نمیدونم کوچیک بزرگ پیر جوان، همه افراد یک فرمول خاصی رو رعایت میکنن. سطل آب یخ در ابعاد مختلف رو فرق سر و ما اینجا اون ولتاژ بالا و لامپ زد بالا، گفتیم چرا با سطل آب بریزیم؟ کارهای مختلف. بچه‌ها شروع کردن، یکی شیرجه میزد تو استخر، یکی نمیدونم شلنگ میکرد از یه جاش دماغش میزد، یکی وارونه میشد، یکی پشت رو میشد، یکی شیرجه میزد تو خاک، یکی خاک میریخت رو سرش، یکی باغچه رو گل میگرفت میمالید به سر کلش، دیگه نمیدونم مدلای مختلف. همه مدل این چالش رو در واقع ما تصمیم گرفتیم تغییرش بدیم. سلام، من سیامک عباسی هستم. این چالش سطل آب یخه. آقایان احمد پورمخور، حسن شمایزاده و امیر تتلو رو به این چالش دعوت میکنم. دوش خب هست دیگه، گفتم چه کاریه، من چالش دوش آب سرد میکنم. این چالش آب سرد من جهت اینکه مرد. خیلی ها متاسفانه جانشون رو از دست دادن در این چالش و بعد از یک مدتی بخش اصلی بروز کرد. چرا چالش آب یخ؟ چرا چالش های خودمون رو راه اندازیم و تصمیم گرفتیم چالش های خودمون رو راه اندازی بکنیم؟ چالش های بعدی کتاب 10 کتاب برتر بود که در واقع هر کس 10 کتابی رو که خونده بود تو فرق سر یکی دیگه میکوبید و در واقع به این روش نشون میدادن که ما سطح مطالعه‌مون هم کم نیست. حالا هرچند که متاسفانه این باعث شد که یه چالش دیگه ای باید ایجاد میکردیم برای کمک به بیمارانی که ضربه مغزی شده بودن از این کتابه و قضیه مقدار بعد از این مدتی متوقف شد دیگه. بعد از اون چالش بود که پشت چالش ما در واقع تراوش میکردیم از خودم. چالش دیگه نمیدونم، عکس بدون آرایش، چالش با عکس خیلی پر از آرایش، چالش
عکس بدون در واقع عینک، با عینک، موقع خواب، موقع بیدار شدن، موقع صبحانه، موقع شام، عکس شناسنامه، عکس کارت ملی، عکس عروسی، عکس یعنی هیچ جوره ما در واقع از چالش عقب نمونیم و همچنان این مسیر رو ادامه میدیم و تقریبا هفته‌ای یه دونه چالش ما اختراع میکنیم که بعد از یه مدتی بدونی که خبری ازش بشه به باد فراموشی سپرده میشه. این در واقع یکی از خصوصیت‌های بنده و اعضای خانواده است که متخصصیم در تولید قار. اگر سوراخی، منفذی جایی دارید که می‌خواید ازش تونلی، قاری، چیزی درست بکنید، ما به هر حال در خدمتیم. شماره تلفن‌ها این زیر هست، میتونید با ما تماس بگیرید، با بهترین قیمت ما در خدمت شما هستیم. این دفعه این چند شنبه رو بذاریم ویالون هم بذاریم کنارش از ویالون عکس بگیریم. عکس هنری گرفتم در حد بنز از بریم هنوز بذار پشت من آهنگ هم بذارم همینجوری تو به نظر من ادامه بزن من جوکارو بخونم تو آهنگ بزن باشه سه دو یک دیگه هرچی تراموشات نفروجیجات بگی اینجا زحمت شو بکشید میخوای ویالون هایی که هفته پیش بدید دادم تو بزنی الان نه تو همون ویالون بزن بزن من بخونم با بزن دیگه بزن بعضی ها یه جوری به ماه تولدشون افتخار میکنن انگار خودشون کار اداریشو کردن که این ماه تولدشون باشه به دنیا بیان. تا حالا دقت کردیم پلنگ صورتی ناف نداره. یه بار شده تشکر بکنید به خاطر این اطلاعات نابی که بهتون میدم. استاد بهم میگه چرا نیومدی سر کلاس؟ منم گفتم استاد کلاسمون تداخل داشت. گفت با چی؟ گفتم با خوابم. نمیدونم چرا بیرونم کرد. امروز رفتم کتابخونه یه چند تا کتاب بگیرم. یه کتاب دیدم روش نوشته مردها چه زنهایی را دوست دارن. والا تا ما یادمون میاد مردها همه زنها رو دوست دارن. طبقه بندی نمیخوام. من مطمئنم سلولهای مغزم به جای خاکستری قهوه‌ایه. اینو میشه از نتایج امتحاناتم راحت فهمید. اینو از سال زدن هم میتونم. مامانم هر وقت میخواد بهم سرکوف بزنه میگه یکم ظرافت دخترانه رو از پسر همسایه یاد بگیر. والا. یه ایده توپ برای اونایی که از بیخوابی رنج میبرن دکور اتاقتون رو شبیه کلاس درس بکنید بچه ها مشاله نمک ها داد و ستدی امشب صورت گرفت برو بریم گفتن که اینایی که فکر میکنن من خیلی علافم اینطور نیست من یه زندگی بیرون از اینترنت هم دارم فقط پسوردش یادم رفت گفتن که یه روز زنگ زده گفته سلام رادیو پیام موجی بله بفرمایید سلام من یک کیف پیدا کردم 50 میلیون توشه موجی آفرین میخواین صاحبش رو پیدا کنین نه میخواستم واسش یه آهنگ غمگین پخش کنین به مامانم گفتم یادش بخیر بچگیام چقدر منو میزدی شاترق زد تو گوشم گفت دروغوی ذلیل مرده من کی رو تون دست بلند کردم این مامان تو نبوده میسا نه مامان ما هیچ وقت ما رو نمیزد خدمتتون عرض بکنم که فکر کنم دوستان جوکا اونقدر چنگ به دل نمیزنه آقای زیاد نداره گفتن نمکتون کم شده اون آهنگ مورد علاقتو بزن خوبی بی پولی اینه که کسی به خاطر پول طرفت نمیاد و بعدش هم اینه که کلا کسی طرفت نمیاد توی گروه عضوم یه دختره هست که هر روز خاصیت‌های متولدین اردیبهشت رو میذاره لا مصبا از منیزیون بیشتر خاصیت دارن اردی بشتی ها فقط دختر خیلی ممنونم این دختره بود خیلی من گروه دختره رفته نبودا یه دختره توی گروه این عکس ها چیه رفتی توش؟ اونا عکس الکسی سانچز من همیشه فوتبالش رو دنبال بکنم بده ویالونو بفرمید
دوستان عزیز محبت بکنید یک بزن. مقداری طنز رو در وجودتون. ماشاءالله ما مردمون طناز و با نمکی هستیم. چرا دریغ میکنید از برنامه چند شنبه؟ در خدمت شما هستیم. رسیدیم به بخش چیزگونه، بخشی که خیلی مورد توجه دوستان و علاقمندان قرار گرفته، به دلیل اینکه هر چیزی که دوستان به نظرشون جالبه برای ما میفرستن. پر از چیز شده در واقع این ایمیل chand@farsivan.tv که شما چیز میزاتون رو از این طریق برای ما میفرستید. اتفاقا برای برنامه این هفته هم یکی از چیزایی که دوستان برای ما فرستادن رو انتخاب کردیم براتون. ویدیو جالبی با هم ببینیم. چی محکمه؟ چی میزنی؟ میزنم تو تام بزن. چجوری میبه قاچاقه رو عوض کنی ها؟ ما کم میزنی خوب میزنی بیا شو اوه 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 چیزی میزنی ها بایدونی یه دونی باز کنی برای خرش کنی یه دونی باز کنی یه تو بزن محکم بزن یه دونی من بزنم تو میزنی خب اون یاده. رسیدیم به بخش مصاحبه و مهمون برنامه این هفته. مهمون این هفته ما در واقع یکی از خواننده های خوب کشورمونه، خواننده ای که مدت ها هم هست خبری ازش نیست، ولی زمانی که ازش خبری بود جزو خواننده های بسیار پرطرفدار بود، محبوبیت زیادی داشت، آهنگای خیلی باحالی رو هم اون موقع از این خواننده ما شنیدیم و ازش خاطره داریم. حالا خیلی هم، حالا من اینقدر گفتم قدیمی و دیگه نمیدونم مدت هاست خبری ازش نیست، همه فکر میکنم مثلا 70 سالش الان این خواننده، در صورتی که اینجوری نیست، از منم جوانتره. شهیار. بی تو خنده نمیخوام به آرزو یعنی شهیار عزیز رو ما همچون یعنی طلا از زیر خاک پیداش کردیم. مگه پیدا میشد دور از جونش؟ البته زیر خاک منظورم اینه که از بس گرانبها بود و کمیاب ما زیر خاک پیداش کردیم. هم کم پیدا بود، هم خبری ازش نبود، هم تحویل نمی گرفت دیگه. همه راه ها به سمت شهیار به بنبست ختم میشد. حالا یه ارتباط تلفنی خدا رو شکر داشتیم با هم دیگه. بله تماس تلفنی که داشتیم، ولی آره. دیگه به قول معروف قسمت نشد زودتر هم دیگه رو ببینیم. خب حالا مهم اینه که الان اینجایی و یه نکته خیلی جالب، ماشاءالله بزنم به تخت، صدای خیلی بم و قشنگی هم داری. وقتی که پیام میذاری قربونت برم ساعت رو نگاه بکن، چون این طرف اگه اون طرف ساعت مثلا 2 بعد از ظهر، اینجا 2 شبه. بعد این پیام وایس مسیج هم میذاری روی اون وقت. من وقتی شب مثلا میزنم این دکمه رو، اصلا تو که صدات خیلی قشنگ، فقط مشکل اینه وقتی پخش میشه، چون همسر من بغل خوابیده دیگه، بلند میشه با مایتابه مثلا میزنه، تو فکر ما هم بکن این صدا رو به هر حال یه ساعتی بل بده که مشکلی واسه ما ایجاد نشه. دیگه چه خبر کارو؟ سلامتی خدا رو شکر. من دیگه مشغول چندم جدیدن خیلی مشغول و درگیر کارهای سعیمو برای اینه داریم. سعی تو برای اینه که بله تلافی این... یه 4-5 سالیه که خبری نیست. کسی ناراحتت کرده؟ قهر کردی؟ نه به خدا. کسی حرفی زده؟ کسی صحبتی کرده؟ نه. کسی اگه حرفی زدن بگو، ما هستیم اینجا، عکسشون رو بده، ما چیز میکنیم، سیویل میذاریم واسه شون برای کارهای مختلف انجام میده. کسی ناراحتت کرده؟ چرا؟ والا حقیقتش به خاطر مسائل شخصی که چند سال داشتم، یکی به خاطر کسالت پدرم مریض حال بودن، خیلی نگرانشون بودم، من یه تک فرزند هستم، یعنی تک فرزند به عنوان پسر،
یه خواهر کوچکتر دارم. یه خواهر کوچکتر دارم. دو تا بچه‌ام. چون ازشون دور هستم چندین سال، یه مقدار تاثیر بعد رو من گذاشتم، همش نگران بودم و یه مقدارم مسائل شخصی داشتم که تصمیم گرفتم تا اونا رو بهش رسیدگی کنم. یه مقدار اون مسائل شخصی هم لابد دو مرتبه داره. حل شده، خدا رو شکر. حل شده یا به ما ربطی نداره؟ نه حل شد. حل شده. خب بابام حالشون خوبه؟ خدا رو شکر. خدا رو شکر. بزنیم به تخته، ان شاء الله بابام همیشه سلامت باشه. قربونتون همچنین. خب حالا الان مثلا اینکه داری یه حرکات مهاجرالعقولی انجام میدی. سعیم برای اینه سینا جان، سعیم برای اینه که تلافی این چند سالی که یه مقدار سکوت کردم باشه. اینا رو بک تو بک چی میگم به فارسی؟ پشت سر هم دیگه به بازار بدیم. موزیک ویدیوز همش یا فقط دارم سعی میکنم بیشترش، یعنی همش رو اگه تا جایی که بشه ویدیو کنم دیگه. یعنی هم سینگل ترک رو میدی، یعنی همون تک آهنگ رو میدی و موزیک ویدیوش پشت سرش میاد. کی دلتو بنخه عاشق شدن میخره، تو دل آتیشش به عشق تو میپره. بس که هرچی کشیدی به جنگ و به حاشیه، چی از جون دل من میخوای دیگه کافیه. تصمیم دارم که بازی آلبوم آماده کنیم. آلبوم که الان خب دیگه جواب نمیده دیگه. آلبوم دیگه مثل قدیم نیست. برای خواننده جدید که میاد به نظر مثل یه شناسنامه میمونه، اون رسمیت رو پیدا میکنه. ولی خب ما که خب یه مقدار به حال از گذشتمون بک‌گراند رو داریم، کارهایی که انجام دیم، باز من فکر کنم در حال حاضر اونقدر درآمد خاصی هست اصلا، یا اگه مثلا توی آیتیونز بذارینش ممکنه. یعنی خود شما میگی من 5 سال پیگه بعد بچه‌ای که بودم رسید. ولی خدا رو شکر. آره من نه کلا راجع به زندگی نپرسیدم که درآمد خاصی داری یا من داشتم کار موسیقی. آره همون موسیقی، چون میدونم هم نوازنده‌ای هم آهنگسازی هم تنظیم کننده‌ای هم پرودوسری در واقع، ولی هیچ کدوم از اینا رو تو این 4-5 ساله انجام ندادی. چرا؟ فعالیت داشتم ولی نه اونجوری مثل قبل از این 4-5 سال. خب من یادمه که خواننده که میومد پیشم میگفتم برو 8-9 ماه دیگه بیا، وقت واقعا نداشتم اون زمان. ولی این 4-5 سالم کار کردم ولی خب خیلی کمتر، خیلی کم. کار پروداکشن هم انجام میدادی چه این دیدم؟ یعنی یادم یه بار صحبت کردیم با هم دیگه، گفتی کارهای تولید و پروداکشن اینا هم انجام میدی. اون زمان خیلی اونا متوقف بود، فعال بودم. حالا از طرفی در زمینه خوانندگی، از طرف دیگه هم در زمینه پروداکشن آهنگ و تنظیم. همین صدای قشنگ دردسر برات، چون ما آخر مصاحبه بعداً باید یه جوری ما رو راضی کنی. ما کسی رو نمیذاریم از استودیو بری بیرون. استودیو میبینی چقدر سرده؟ درست. این فضا رو سرد نگه داشتیم، مهمونایی که اومدن نخوندن رو به هر حال نگه میداریم تو پشت استودیو. اینجا بچه ها هستن، سردم کردیم که بو نگیره. یه نکته ای رو من اشاره بکنم، شهیاد سرما هم خورده، یعنی صداش کم ماشاءالله بم بود، دو برابر بم شده، گوشا گرفته، یعنی هر چی سوراخ مرا مثلا بم هست. ولی آره من میام دبی نمیدونم چرا این مشکل دارم. آلرژی، حالا یه سری میگن آلرژی. به ما آلرژی داری نکنه. آلرژی هست همین، نه به شما. تمام سوراخ ها گرفته، گوش، دماغ، اینا کلاً چش، اینا همه بسته شده. برای همین بعضی وقتا حرفای منو نمیشنوه، بعضی وقتا برداشت بد میکنه، ممکنه بلند شه بخوابونه زیر گوشم. یعنی اگر دیدیم بلند شد مثلا لیوان رو زد تو سرم، یه موقع شوک زده نشین، متوجه نشده چی گفتم به علت گوشا گرفته و این اتفاق افتاده. خب یه سری بریم اتاق فرمان. خواهش میکنم. بعد در ادامهش در خدمت شما هستیم. ما همچنان در خدمت شهریار عزیز هستیم. عزیز مایی. و یه خورده شربت اکسپکتوران داریم بهش که حالم خوب شد. فقط رانندگی آره. تمام آدم میکنه. رانندگی فقط نکن. باش. خطرناکه. خب شهریار جون، استعداد موسیقی رو از کجا به ارث بردی؟ من در سن 5 سالگی به تشویق پدر مادر کلاس پیانو رفتم. تو مسابقه هم گفتم. و از بچگی علاقه داشتم. خاله من صدای بسیار زیبایی داشتن، همیشه میخوندن و
سر اون من خودم خیلی شخصا علاقه داشتم اون زمان که بعد از 5 سالگی کلاس‌ها رو برداشتم و بعد دیگه همون دور و بر سن 8 9 سالگی بود که برای ادامه تحصیل رفتم به اروپا. اروپا هم که رفتم اونجا باز از موزیک دور. دانشگاه اروپا رفتی؟ در کشور آلمان رفتم برای ادامه تحصیل. چی خوندی؟ من مهندسی کامپیوتر. مهندسی کامپیوتر خوندی؟ ولی در کنارش هم گفتم همیشه 4 سالم موسیقی خوندم. قرار بود کاندکتور بشیم مثلا، خیلی دوست داشتم ارکستر سمفونی کار کنم، اون رهبر ارکستر سمفونی. خب چی شد؟ ولی دیگه به دلایلی که افتادیم تو بازار ایرانی مسیر عوض شد. خب چرا الان این کار انجام نمیدی؟ الان دیگه حقیقت شاید اون انرژی نیست، سنه که میره بالا. سن چند سالته؟ دیگه 30 خورده، نزدیک دیگه داره میشه 40 سالم تقریبا. خب خیلی جا داری هنوز، جوونی. اصلا اولا بهت قیافت که نمیاد، قیافه 32 ساله میخوره. اون موقع هم که حالا کار همونه، فرقی نمیکنه. درست گفتی. داری گفتی 40 ساله ده. باشه من خوب هستم. واقعا 32 سالته؟ همون دو گفتی نزدیک 40 ساله دیگه. فکر نمیکنم یه دهه رو که فکر نمیکنم فاکتور گرفته باشی. درست. ولی خب هنوز میتونی کار آره ولی خب رهبر ارکستر انجام بدی. زمانی که اومدم خب حقیقت اون ذوق و شوق بیشتر بودش، انرژی بیشتر بود، و زمان که میگذره بعد یه مقدار همه چی فرق میکنه. سر همین همیشه دوست داشتم، ولی خب به حال دیگه دوست دارم و دیوونتم و واسط میمیرم، تو رو تو رو تو رو میکن، تو نفسم و همه کسم و به پاد میمونم، تو رو تو رو تو رو میکن. حالا در زمینه کار مهندسیت خودت کار میکنی؟ نه کار نمی‌کنی کلا. من از زمانی که من مدرکمو گرفتم اونم به خاطر خانواده، مثلا خیلی عزیز منو تشویق می‌کردن برای موسیقی، ولی همیشه می‌گفتن خب درستو بخون در کنارش موسیقی رو ادامه بده. سر همین اینم به خاطر پدر و مادر من گرفتم، یعنی به خاطر خودم نمیتونم بگم علاوه، ولی خب بیشتر به خاطر دلگرمی برای اونا که بدونن که خب من اینو انجام دادم، در کنارش موسیقی رو دارم انجام. ولی خب من از سنین 13 سالگی وارد بازار موسیقی ایرانی شدم و شغل اصلی ما همیشه این بوده. دوست داشتی کی بشی در آینده؟ مثلا ابی، داریوش، مثلا فرهاد، کی؟ والا هنرمندان قدیمی پیشکسوت رو من بیشترشون رو گوش میدادم. دلیلی هم که گوش میدادم به خاطر این بودش که همین کار آهنگسازی و اینا رو دوست داشتم از همون سن کودکی، و برام جالب بود، جذاب بود سبکای مختلف رو گوش کنم. از آقای ابی گرفت، آقای موئین گرفت، آقای داریوش گرفت، شهرام شهپره گرفت، خواننده قدیمی که خب قبل از ما بودن. سر همین همه رو گوش میکردم، فضای مختلفم دوست داشتم، ولی این نبود که بگم من دوست داشتم فلان خواننده بشم. طرف مثلا الگوی من الگوت مثلا الگوی خاصی نداشت. خب میدونیم ما تو مصاحبهمون آخر مصاحبه بازی میکنیم با مهمونام. ما میخواستیم یه بازی برای در نظر بگیریم، آب توش داشته باشه، ولی گفتیم سرما خوردی بدتر میشی، میفته گردن ما، بعد وقت تاوان بعد پس بدیم به خانواده. برای همین تصمیم گرفتیم یه بازی بی آبتر رو برای در نظر بگیریم. خشک سالی باشه اصلا گوی. مینی پینگ پونگ کلن ورزش خیلی خوبیه، در مسابقات المپیک برگزار نمیشه، ولی برای سرماخوردگی و باز کردن کلیه سوراخ‌های صورت مخصوصا کارای زیادی داره. خب حاضری؟ حاضرم. اول شما بزن. خواهش میکنم. پس پنج تایی میزنیم، هر کی که امتیاز گرفت اون سرویس رو میزنه. اوکی. سرویس با من شروع میکنیم. یک به نفع من. بله بزن. هم بزنم. بله. یکی یک دو یک به نفع من برای کرد دو دو به نفع هیچ کدوم دو دو. بعد یه لحظه بازنده چی کار میکنه؟ هر چی شما نمیدونم بالا همینجوری علکی یه چیزی بخونیم، چون میدونم که گرفته دماغ و گلب و همه چی گرفته، یعنی لازم نیست مثلا دیگه با بند و موزیک و اینا بخونی، یه چیزی میخونیم دیگه. یه چهار خط. چهار خط بازنده. بازنده شما هم پس باید بخونید. حالا ببینیم میبریم نه دیگه. اگه
اگه باختم حالا بزن الان 2-2 برو. مطمئنه که میبره. برو. خب. 3-2 4-2 نریگه تو بزن. 4-3 نه 4-3 4-4 باختی دیگه من تاوان شما هست بگم همینجه زمزمه ای یا زمزمه ای زمزمه ای دلم برات تنگ شده این زمزمه هست چشم چه بیرنگ شده نزار به پات بیفتم دوباره برگرد دوباره برگرد ادامه بذار واسه همون حرف در بیارن اینجوری دمت گرم و کلی حال کردیم من در خدمت شما هستم و شهر عزیزی میبریم بیمارستان بستری کنیم بلا سرمخوردگی رسیدیم به بخش اونور آبگونه. اونور آبگونه آقا همین دیما هر چی میکشیم در باب سوراخ و غار و این مسائل از اونور آبه. یعنی اونور آبی حرکاتی رو انجام میدن. ما پیش قدم درسته که نمیشیم. ولی در واقع پس قدم خیلی خوب میشیم. یعنی در واقع میشه گفت آنچنان از قضیه جلو میزنیم که تو گرد و خاک ما همون اصل کاریه دیده نمیشه دیگه. قضیه حالا ببخشید این اصلا البته اونور آبگونه ربطی به قضیه نداره ولی خب به علتی که اونور آب داشتم اشاره می‌کردم این موقع توهین نشه به جیمی فالن و بقیه بر بچه‌ها و دستن در کارانه برنامه‌های لید نایت شوای اونور آب برای این هفته یه ویدیوی فوق‌العاده جالبی رو انتخاب کردیم از برنامه جیمی کیمل مطمئنم خیلی از شماها فیلم بازگشت به آینده رو دیدید بازگشت به آینده رو که یکی از فیلم‌های خیلی پرطرفدار حدود 30 سال پیش بوده رو حتما خیلی از کسایی که اینجا هستن یا حتی اونایی که توی خونه هستن حالا یا دیدن یا شنیدن یه تیکه هایشو ببینیم ماشین پرنده اون دیگه چی بود؟ یه تاکسی بود یعنی چی یه تاکسی بود؟ مثلا ما داریم پرواز میکنیم دقیقا خیلی خب دکتر موضوع چیه؟ ما کجاییم؟ در چه زمانی هستیم؟ داریم در هیل ولی فرود میایم در 4:29 دقیقه بعد از ظهر چهارشنبه 21 اکتبر 2015 2015؟ یعنی ما در آینده ایم؟ حالا ممکنم از خیلی ها ندیده باشن ولی اصل قضیه اینجاست که این فیلم که داستانش در رابطه با اینه که یه پسر جوان و یک دانشمندی یک ماشینی رو که در واقع اختراع کردن رو استفاده میکنن برای سفر به آینده و بعضن به گذشته چون سه قسمت فیلم اما داستان فیلم همچنان بازگشت به آینده نام داره و تو یکی از همین قسمت ها فیلم جوری شروع میشه که شخصیت اصلی داستان سفر میکنه به 30 سال بعد که در واقع سال 2015 بوده سال گذشته جیمی کیمل تو یکی از برنامه‌هاش سالگرد در واقع فیلم رو و در واقع روزی رو که توی اون فیلم بهش سفر میکنن مثلا سال 2015 یه روز به خصوصی رو توی فیلم بهش سفر میکنن همون روز رو در واقع به مناسبت تقدیر از این فیلم و بازیگرانش انتخاب میکنه و یک سورپرایز فوق‌العاده جالب رو برای تماشاگرانش داره این نکته هم در نظر بگیرید که بازیگرای فیلم الان بازیگر نقش دانشمند که فوق‌العاده پیر شده و بازیگر نقش پسر جوان که مایکل جی فاکس هست دچار پارکینسون شده و مریضه و درست نمیتونه صحبت کنه اما تقدیری که تماشاگرها از این دو بازیگر و این فیلم میکنن واقعا دیدنیه با هم ببینیم امروز برای طرفداران فیلم بازگشت به آینده روز بزرگیه. امروز 21 اکتبر سال 2015 روزی که مارتی مکفلای و داک براون در فیلمشون میرن به آینده. من یادم میاد که وقتی این فیلمو دیدم برام جالب بود که میدیدم 30 سال بعد دنیا چه شکلیه و الان که اینجا در آینده هستم وای خدای من چه اتفاقی داره میافته؟ I
این افتضاحه. داک، ما کجاییم؟ طبق محاسبات من، اینجا سال 2015 است. اینجا آینده است. سال 2015 خیلی باحاله. همه این آدم ها حتما با ماشین های پرنده شون اومدن اینجا. نه، اینطور نیست. ما هنوز نتونستیم ماشین پرنده رو اختراع کنیم. آه. تو کی هستی؟ معذرت میخوام، اسم من جیمی کیمله و شما در زمان سفر کردین و اومدین تو برنامه تاک شو من. چی گفتی؟ تو تاک شو داری؟ چه اتفاقی برای جانی کارسون افتاده؟ خب متاسفانه جانی کارسون فوت کرده. نه من نمیدونستم. آره متاسفم که باید توی تلویزیون میفهمیدی. چند سالی هست که این اتفاق افتاده و خب دیگه سنشم بالا رفته بود. یعنی الان مردم دارن از تلویزیون ما را تماشا میکنن؟ آره درسته، همینطور. آره درست حد زدیم. متاسفم که ناامید شدی داشت. مارتی تو باید اینجا بمونی تا من برگردم به سال 1985 و ببینم کجای کار ایراد داشته و این افتضاح رو درست کنم. باشه رفیق؟ خداحافظ. باشه بله خب داک داک ماشینتو نمیبری؟ راستی میتونم قبل از اینکه بری یه سوال ازت بکنم؟ میدونم هیچ وقت تا به کسی در مورد آینده چیزی نمیگی، اما میدونی من چطوری میمیرم؟ آره؟ خب میشه به هم بگی؟ هفته یه دیگه. چی؟ یه سری بچه های عصبانی میخوان تیک پارت کنی. اون وقت برای چی؟ چون به مادراشون گفته بودی شکلات های هالووینشون. خیلی ممنون. خیلی خوب تو میتونی بری. آژانس هم اینجاست. من میرم به سال 1985. خلاقیت ها همینجوری قل قل مثل سماور. این ویالونچه هست الان. ویالونچه؟ به جای کمونچه. این آهنگی که داشت میداری چی بود؟ این آهنگ خودت ساخته بودی؟ نه این جنگجویان تگزاس. واقعا نمیدونی اسم آهنگ چیه؟ نه فقط همینجوری علکی آهنگ رو میزنی. چه خوشمزه است ویالونچه. آره بخور همونو ویالون بخور. بریم سراغ قرعه‌کشی ها. بریم سراغ قرعه‌کشی. تو هنرمند نمیشی. اگه تو داشت میگی اسم آهنگ چی بود؟ پرنده رو بگو. میدونی؟ آره مارچ شایکوفسکی. میشه یه بار دیگه بگیم من بگم لطفا ازده بدین برو برو کشید. نه مارچ شایکوفسکی بریم. وایسا از لیست اومدم بیرون حواسان پرت کردی. وایسا نه وایسا مارچه داری میری دیگه. لیلاز شیران. یعنی هم اسمشون عجیبه هم فامیلشون. لیلاز شیران. لیلاز شیران و تلگرام برو بیرم. آی محمد مؤیدی آیدیشون هم هست محمد مؤیدی. اینه عکسشون هم اینه. بله بله ایشون هم برنده 100,000 تومان شدن که از چند شنبه با سینا وینرز
تلگرامش تماس میگیرم باهاتون و دیگه مراحل بعدی رو دیگه خودتون با بر بچه‌ها طی می‌کنید و انشالله که جایزه مبارکتون باشه. اگر دوستان تمایل دارند مطلب یا چیزی برای ما بفرستن از طریق ایمیل chand@farsiwan.tv میتونن برای ما بفرستن، محبت بکنن تنها از طریق این ایمیل chand@farsiwan.tv برای ما مطالب، فیلم، عکس، داب اسمش، دیگه نمیدونم ویدیو، هر چیزی که دارید از این طریق برامون بفرستین. قربون همتون. آهنگ مارچ چایکوفسکی رو یه بار دیگه بزن. داشتم گفتی خاطره دارم باش. chand@farsiwan.misq به پایان برنامه این هفته رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر دلتون میخواد در قرعه کشی ما شرکت بفرمایید، شما میتونید از طریق پست کردن عکسی که من توی صفحه اینستاگرامم دارم، آخرین عکسی که از خودم و مهمون برنامه پست کردم، اون عکس رو میتونید ازش اسکرین شات بگیرین، توی صفحه خودتون، صفحه اینستاگرام شخصی خودتون پست بفرمایید و بنده رو هم تگ بکنید. هدفم در واقع معرفی برنامه مورد علاقه شماست به دوستان و اطرافیانتون که در واقع یه جوری برنامه حمایت بشه. اگر بلد نیستین اسکرین شات بگیرید اصلا مشکل نیست، تشریف ببرید روی صفحه تلگرام بنده، عکس مربوطه اونجا هم هست، میتونید از اون طریق عکس رو پست بفرمایید. اگر نه دلتون میخواد کار دیگه انجام بدید، میتونید روی صفحه فیسبوک فارسیوان لینک یوتیوب برنامه رو روی صفحه خودتون شیر بفرمایید، بنده هم تگ بفرمایید، یا روی توییتر میتونید لینک یوتیوب برنامه رو ریتوییت بفرمایید و اینجوری در قرعه کشی شرکت داده میشید. خیلی ساده. اگرم دلتون نمیخواد شرکت بکنید در قرعه کشی، که لازم نیست به من فوش بدید، شرکت نکنید اصلا، همین برنامه رو نگاه کنید از اول تا آخرش به من فوش بدین، من مخلص شما هستم. قربون احمد. اگر دلتون میخواد دیگه مطالب مختلف و دیگه چیز میزا و ویدیوها و عکس های چیزای مختلف مربوط به برنامه و زندگی خصوصی بنده و عکس های خصوصی و ویدیوهای خصوصی بنده رو ببینید، تلگرام چند شنبه با سینا در خدمت شماست، میتونید بپیوندید و بجوینید به ما. اینم از این دیگه، صحبت خاص دیگه ای بنده ندارم. قربون شما، شبتون بخیر. کسی نمیتونه من اینجا نگه داره، هفته دیگه فرار میکنم.